جایزه نوبل فیزیک امسال به کاشفان ذره بوزون هیگز اعطا شد. وجود این ذره بنیادی حدود 50 سال پیش توسط پیتر هیگز و فرانسوا آنگلرت پیش بینی شده بود و سرانجام نظریه آنها در سال 2012 میلادی در مرکز تحقیقات سرن به اثبات رسید. به همین دلیل خبرنگار یورونیوز با پروفسور آنگلرت گفتگو انجام داده است. چه احساسی دارید هنگامی که نامتان را در کنار دانشمندان همچون آلبرت اینشتین و پیر و ماری کوری می‌بینید؟ احساس تواضع میکنم، زیرا میدانم که در مقابل سطح هوش و درک آلبرت اینشتین هیچ چیزی ندارم. آلبرت اینشتین یکی از 2 یا 3 نفری بود که درک از دنیا را تغییر داد. به نظر من هیچ کسی در این زمینه همتراز او نیست و این موضوع به ویژه در مورد من کاملا صدق میکند. با آگاهی کامل از این موضوع می توانم بگویم احساس خوبی از کسب این جایزه دارم. شما جوایز بزرگی را دریافت کرده اید که بزرگترین آنها جایزه نوبل بوده است. آیا نباید مرکز سرن نیز در دریافت این جایزه نقش می داشت؟ من عضو کمیته اهدای جوایز نیستم، بنابراین نمی توانم درباره تصمیم کمیته نوبل در اهدای جایزه بحث کنم. این چیزی که روشن است، کمیته تصمیم گرفته که به کاشفان این نظریه جایزه بدهد و من نمیتوانم درباره درست یا نادرست بودن این کار حرفی بزنم. آیا می توان گفت اکنون با داشتن ابزار شتاب دهنده ذرات، اروپا در رهبری تحقیقات علمی جهان از ایالات متحده آمریکا پیشی گرفته است؟ بله، این موضوع دست کم در زمینه تحقیقات در علوم ذرات کاملا صادق است. من نمیتوانم بگویم که این گفته به طور کلی درست است، اما این واضح است که هیچ مرکزی در سراسر جهان مشابه مرکز اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای سرن در سوئیس وجود ندارد و بهترین تحقیقات تجربی در مورد ذرات بنیادی در این مرکز صورت می‌گیرد. ذره بنیادی بوزون هیگز مهمترین کشف علمی طی 50 سال اخیر بوده است. حال که قطعی گم شده از پازل مدل استاندارد مشخص شده و پازل کامل گردیده، چالش عمده برای دانشمندان برای سالهای آینده چه خواهد بود؟ هنوز مشکلات بزرگی وجود دارد، مثلا موضوعاتی در زمینه تحولات بنیادین که اگر علم فیزیک بخواهد به درک عمیق‌تری از دانش و فهم علمی جهان برسد، باید به آنها پاسخ دهد. چیزی که ما آن را انرژی تاریک می‌نامیم یکی از این موارد است. انرژی تاریک با ماده تاریک فرق می‌کند. این انرژی کل جهان را پوشانده و در حال گسترش است. البته برای درک این موضوع توضیح پدیدارشناختی ساده‌ای که انیشتین مطرح کرده وجود دارد، اما درک عمیق این موضوع و شناخت اثرات مکانیک کوانتومی بر آن و به طور دقیق‌تر ارتباط میان مکانیک کوانتومی با تئوری نسبیت عام هنوز چندان روشن نیست. des effets de la mécanique quantique ou plus exactement la relation de la mécanique quantique avec la théorie de la relativité. در همه چیزهایی که ما را احاطه کرده، اثرات گرانشی کوانتومی وجود دارد. اگرچه این اثرات گرانشی کوانتومی ناچیز است، اما نقش اساسی در ظهور جهان بازی می‌کنند و این چیزی است که ما باید آن را کشف کنیم. fondamental dans l'émergence de l'univers à partir de je ne sais pas quoi. بدون فیزیک کوانتوم هیچ داستان علمی تخیلی وجود نداشت. اگر شما شجاعت انتشار مقالاتتان را در 50 سال گذشته نداشتید، آنگاه احتمالاً اکنون امکان اثبات این نظریه نیز وجود نداشت. چقدر تخیل و خلاقیت در فعالیت‌هایی که انجام دادید سهم داشتند. واقعاً خلاقیت سهم داشته. اساساً اگر بخوایم کاری انجام دهیم نیاز به ایده‌های جدید داریم. برای ظهور ایده‌های جدید نیاز به ابزاری است که به طور ساده به آن کشف و شهود می‌گویند. البته این کشف و شهود حاصل تجربه و برخواسته از جهان ناخودآگاه و یا ضمیر ناخودآگاه است، یعنی جهانی که در آن امور آزادی بیشتری نسبت به جهان روزمره دارند که در تسلط ضروریات زندگی است. que dans le monde qui est régi par les nécessités quotidiennes. این تحلیل نقش مهمی در چیزی که ما آن را کشف شهود مینامیم بازی می‌کند. این کار هم یک پدیده خلاقانه است و معتقدم چنین چیزی ضروری است و اساساً با آنچه که در یک خلاقیت هنری وجود دارد چندان فرقی نمی‌کند و نقش آن شبیه حس زیبایی شناسی در هنر است. D'une certaine manière, l'esthétisme joue un rôle fondamental. هنگامی که مقالات شما حدود 50 سال پیش منتشر شد، علاقه‌مندان زیادی را به خود جذب نکرد. پیام شما برای نسل جوان پژوهشگر چیست؟ فکر نمی کنم پیامی برای آنها داشته باشم. من فقط می توانم خیلی ساده تجربیاتم را در اختیار آنها بگذارم. چیزی که در گذشته به من و روبرت کمک کرده تا این تئوری بنیادی را کشف کنیم این بود که ما در آن زمان در حوزه دیگری کار می‌کردیم و همیشه سعی به زنده ساختن ایدئال‌های انسانی داشتیم. اما این کار در جهانی که دانش بسیاری وجود دارد و نمی‌توان همه آن را شناخت سخت است. با این وجود باز هم می توان ایده داشت، به ویژه اگر هوشمندانه به طرح ایده ها بپردازیم. من به این موضوع اعتقاد دارم. دیگر اینکه بهتر است به فعالیت در حوزه‌ای بپردازیم که در آن کمی تجربه داریم. این کار اگرچه معایبی دارد اما مزایایی نیز دارد و آن این است که مانند دیگران اشتباه نمی‌کنیم. رسانه ها به ذره بوزون هیگز یک نام مستعار دادند و آن را ذره خدا مینامند. کدام بخش از این ذره خدایی است؟ هیچ یک. فکر نمی‌کنم این ربطی به خدا داشته باشد. دقیقاً نمی‌دانم چرا هر چیز را باید به خدا ربط داد. این خود یک بحث دیگری است.